بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران شده و بالاخره در چند برنامه اخیر به وظایف چپ در برابر اسلام سیاسی پرداختیم. در این برنامه همین بحث را دنبال می‌کنیم. رفیق شالگونی، درود بر شما و ممنون از حضورتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید، در خدمتتون هستم. ممنون. رفیق شالگونی، شما از زوایای گوناگون به نقش ویرانگر مذهب و دولت مذهبی پرداختید. از نظر شما حاکمیت مذهب بیش از همه کدام نیروهای اجتماعی را دچار آسیب می‌سازد و وظیفه بی‌واسطه چپ برای پایان دادن به آن شامل چه مؤلفه‌هایی است؟ ببینید، توجه باید داشته باشیم همین تجربه 45 سال نزدیک به نیم قرن که این حکومت جهنمی در واقع بر ایران مسلط شده و می‌دونیم که در چه ویرانی های بزرگی رو به بار آورده دیگه. این خیلی مسئله مهمیه. من اینو بارها گفتم و بازم فکر میکنم یادآوری بکنم که ایران در سال 1355 واقعا از کره جنوبی خیلی جلوتر بود، یعنی اقتصاد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی 80% مال ایران. مثلا ترکیه حدود نیمی از به اصطلاح تولید ناخالص داخل ایران، مثلا مصر و بقیه کشورها رو که جمعیتشون مثلا مثل ایران هست و اینا نادیده بگیرید و اینا. خیلی اصلا واقعا اصلا قابل مقایسه. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. اینا ویرانگری ها خیلی ملموسه دیگه، در ایران چه چیزهایی اتفاق افتاده. باید توجه داشته باشید که نابرابری یکی از چیزهای خیلی حیاتی که مخصوصا این سیستم ضربه میزنه علاوه بر این ویرانگری ها، واقعیت اینه که قوانین و فرهنگ و ارزشهایی رو تبلیغ میکنه و پیش میبره و اجرا میکنه که واقعا حقوق برابر انسانی رو قائل نیست. مثلا مذهبی ها همهشون از خیرات و کمک به محرومان و فلان و اینا صحبت میکنند و اینا، ولی فکرشو بکنید که در ایران همین اینو به تجربه دیدیم دیگه، برای اینکه بیمه به اصطلاح کارگری رو اینها بپذیرن دچار بحران شدن. تا اونجا که خمینی برای اینکه حرکت ها اعتراض های کارگری و اینها رو به اصطلاح میدید که رو به افزایشه و حتی اوائل بعد از قدرت رسیدن اینا و اینا بود، مجبور شد که اون مصلحت نظام رو مطرح کنه. یعنی قوانین اسلام اینها نیستن، بلکه به طور به مصلحت نظام برای حفظ حکومت خوبه که اینا رو اجرا کنه. یعنی قانون کاری رو که اینا تصویب کردند و فلان و اینها قرار بود که به اصلاح اینها را چی بکنه. ظاهرا هم بیمه های اجتماعی و اینها رو در اونجا گنجوندند و اینها. اونها چه شد؟ دقت بکنید که بالای 90% کارگران ایران داخل سیستم نیستن. حتی اونهایی که به طور سوری هستن از بزرگ چیزهای زیاد برخوردار نیستن. جالبه، دولت سهم خودش رو به صندوقهای تأمین اجتماعی نمیده، به طور منظم نمیده. کارگران از حقوقشون کسب میکنن، کارفرما هم یه چیزهای ظاهرا میده، دولت نمیده، همه شون ورشکست میکنن. میان مثلا دارایی های دولتی واقعا برشکسته رو به عنوان این که جبران بکنم مثلا میدم به مثلا سیستم تأمین اجتماعی و فلان اینا. دقت بکنید اینا رو، یعنی اینها حتی قبول ندارن که چنین چیزی مطرحه. به نظر من بزرگترین مسئله ای که حالا در مثلا بخش هایی که قربانی هستن زحمتکشان ایران، تهیدستان ایران هستن که اکثریت بزرگی رو تشکیل میدن. حتی میگن که بالای 60% ایرانیان نمیتونن با چیزا زندگی کنند و اینا. بنابراین این نیروهای سیاسی دیگر حالا از اینا بهره برداری میکنن، منتها این وظیفه اخص چپه که
اینو به اصطلاح چی بکنه، تمرکز کنه، چون اصلا دلیل وجودی چپ اینه که دفاع کنه از محرومان و تهیدستان و زحمتکشان و کارگران و اینا. بنابراین اولین مسئله ای که در واقع قربانی این ماجرا میشه پایینی ها هستن. و اینا دقت بکنید، این مسئله نابرابری ضریب جینی، یعنی در بزلات درصد درآمدی پایین ترین دهک جمعیت نسبت به بالاترین دهک جمعیت کشور در ایران یکی از بالاترین ها در خاورمیانه بزرگه. دقت بکنید این مسئله کمی نیست. یعنی مثلا درصدی که مثلا تهیدستان و اینها به اصطلاح میتونن درآمد داشته باشن، اصلا واقعا از درآمد عمومی کشور واقعا اصلا یه ناچیزه. خیلی اصلا مسئله نابرابری خیلی بیداد میکنه. پس بنابراین یکی از مسائل اساسی چپ اینه که سازماندهی مردم در رابطه با دفاع از حق زندگی اونها، مخصوصا سازماندهی زحمتکشان، تهیدستان اینا. این اون چپ اگه به وظیفه خودش، نه که مثلا فقط حزب سازی کنیم و نمیدونم از مارکس و انگلس و نمیدونم لنین و اینا نقل کنیم و فلان، نه، در اعماق جامعه بایستی شما سازماندهی داشته باشید، با اونها گره بخورید و اونها رو بر علیه این دولت مذهبی که نمیپذیرستن اینا رو ببینید که همین الان حتی قانون کار رو هم در واقع حتی چیز کردن، بی‌معناتر کردن. قانون کاری رو که حتی به مصلحت نظام پذیرفته بودن، خود این مصلحت نظام یک عبارت ماکیاولیستی اوریانه. یعنی با بی‌شرمی تمام میگم برای حفظ حکومت این کار رو میکنیم. قانون اسلام این رو قبول نداره، چون واقعیت اینه که قانون اسلام حتی برده‌داری رو قبول داره دیگه. واقعا اصلا در قرآن چقدر راجع به برده‌داری و فلان هست که من اشاره کردم قبل. پس بنابراین که قبل از همه به اصطلاح زحمت کشان کشور، کارگران به اصطلاح بخش‌های مختلف طبقه کارگر و تهیدستان کشور، محرومانی که واقعا چی نیستند و اینا، دقت بکنیم اینا مسائل خیلی خیلی حیاتی هستند و اینا. نکته بعدی که به نظر من اونها به اصطلاح از رنج میبرن از اینها به اصطلاح چیا هستند؟ زنان هستند. یعنی در سیستم آپارتاید مذهبی که در ایران به وجود اومده از جمهوری اسلامی و فلان اینا، زنها هستن. زنها به صورت حتی قانونی و مصوب نصف آدم حساب میشن. خیلی جاها از لحاظ ارث اینطوری هن، شهادت اینطوری هن، نمیدونم فلان، حتی برای اینکه بچه شون بتونه نگه داره در قانون اساسی اومدن ظاهرا برای گول زدن به زنها گفتن که به اصطلاح چیزه، زنها میتونن بچه هاشون رو، بچه های صغیرشون رو به اصطلاح حق به چیز دارن، در صورتی که وصیه به اصطلاح اون ولی رسمی نبوده، نه نه تنها پدر مثلا نبوده باشه، پدر بزرگ هم اولویت داره بر به اصطلاح مادر. فکرشو بکنید، اینها بی حقی مطلق زنانه. دقت بکنید، زنان پرجمعیت ترین بخشی هستن که قربانی آپارتاید جنسیتی و آپارتاید مذهبی شدن در این مسئله خیلی زیاد. بعد مسئله دیگر چه هست؟ جا هستن همه اونهایی که مذهبی نیستن، یعنی فکرشو بکنه کمونیست ها فلان، چلی مثلا محدود و دم هم هستن. میدونی که در همین سال 67 خیلی ها را کشتن به دلیل اینکه تو چیزه پدر مادرت آیا مسلمان بوده یا نه، خودت آیا مثلا چی هستی یا نه. بیچاره هر کدومشون که گفتن که چیز اون مبارزان چپ رو بگم، حالا مجاهدین رو چقدر قتل عام کردن بی خود، محکوم بودن در زندان. اینا اصلا چرا که تو پدر مادرت مسلمان بوده چرا نامسلمان شدی؟ دقت بکنید، غیر مذهبی ها بعدن ماجرای به اصطلاح چیزها، حتی مذاهب دیگه مثلا سنی های ایران بزرگترین چیزه که حالا تا به حال دیدید در این دوره 45 ساله یک وزیر سنی داشته باشیم، حتی مسلمان باشه و سنی باشه؟ نه. دقت بکنید، حتی مثلا برای استانهای سنی که اونایی که اکثریتشون سنی هستن مثلا استاندار میفرستن از جاهای دیگه میفرستن. اینا مسائل مهمی نیستن، اینا بایستی قربانیان حادثه هستن دیگه. مسئله دیگر آنهایی هستن که مذاهب دیگر هستن که اسلام مثلا مسیحیت و به اصطلاح یهودیت رو به عنوان اهل کتاب میپذیره، برایشون حقوق قائل اسلام تاریخی.
منتها واقعیت اینه که اینها رو در چیز در ایران ما اصلا واقعا حق و حقوقشون رو میخورن. مخصوصا توجه داشته باشید یه نفر مسلمان باشه بعد برگرده مسیحی بشه اصلا واجب القتل میشه. فکر خیلی مسئله مهمی ها. یا مثلا از همه اینها بعضی از مذاهب اصلا میدن اینا مذهب رو به عنوان اینا قبول داریم، اینا رو به اسرائیلی ها درزیم باهایی های ما رو. باهایی ها بابا علتش اینه که اون دارالعدل باهایی ها فلان و اینها در عکاس در حالا در خاک اسرائیله، اصلا قبل از اینکه اسرائیلی شکل بگیره در امپراتوری عثمانی و فلان اونجا بود و اینا، اینا رو تبعید کرده بودن اونجا بلان کردن و اینا. باهایی هم من نه مسلمان هم نه باهایی هم نه مسیحی هم نیست، من کمونیست هستم. منتها هستم باهایی ها رو چقدر اصلا دیدید، چقدر رو اعدام کردن زن ها رو فلان و حالا هی دارن زمین هاشون رو میگیرن، نمیدونم جیزه ها رو زندان های سنگین میدن و فلان و اینا. دقت بکنید بعد تبعیض وحشتناکی که وجود داره. حالا یکی از این چیزها عبارت از اینه که به اصطلاح نابرابری رو در نسل جدید، نسل جوان بهتر از دیگران لمس میکنه به نظر من. یعنی واقعیت اینه که اونهایی که نسل های قبلی خیلی لمس نمیکنه. هر جوانی که در ایران مثلا نسل جوان تر که میاد اینها ملموستر مثلا نسل اطلاعات اینها چیزهای دقیق تری پیدا میکنند و اینها اطلاع دارند از این ماجرا دیگه. بنابراین اینه که جوانها بیشتر از مسنها و به اصطلاح حتی میانسالها به اصطلاح لمس میکنن این ماجرا رو. این مسئله خیلی مهمیه. ضمناً به نظر من توجه داشته باشید که هر جا که بنیادگرای اسلامی یا تظاهر به مذهب و فلان، فقط هم به اسلام حس نداره ولی در اسلام ما اینو تبلیغ تجربه کرده این، باید ببینیم که مثلا در دوره بعد از مغول و اینها که در ایران مثلا چیزهای شکل گرفتند و اینها، یه عده‌ای که مثلا اتابکان و فلان و اینها مثلا ترک‌ها و فلان و اینها حکومت رو به اضافه به دست گرفتند و این داستان‌ها، بعضی هاشون خیلی مذهبی بودند و برای خلافت اسلامی سینه می‌زدند و فلان و اینها. اینا رو مثلا ما مراجعه کنیم به چیزمون، در اون دوره عرفان ایرانی خصلت رو رزمنده ای پیدا کرد. عرفان رو توجه داشته باشیم که عرفان هم یه نوع مذهبه، منتها واقعیت اینه چون آداب و رسوم و قواعد مذهبی رو نمیپذیره بلکه اعتقاد شخصی رو میپذیره. اینا رو میشه مثلا در حافظ دید، مخصوصا در عبید زاکانی دید که مثلا این تجربه ها رو من میگم که آدم مثلا واقعا عبید زاکانی رو اینها حالا اجازه نمیدن حتی از مجموعه نوشته ها و اشعار و طنزه های عبید زاکانی، یکی از نویسان نابغه دنیاست عبید، در اون دوره مثلا چی بوده که چقدر تماما هم علیه آخوندها و فلانه. حافظ هم همینطوریه. دقت بکنید این عرفانی که شکل گرفت و فلان و اینا نشوندنده ای روحیه عمومیه. چرا توده ای شد اینا؟ اینا مسائل مهمی هستن که بایستی بهشون توجه بکنیم که به نظر من اونهایی که واقعا به انهای مختلف از طریق این به اصطلاح دیکتاتوری استبداد مذهبی و تاریکنده که رنج میبرن، اینها نیروهایی هستن که بایستی چپ بهشون توجه ویژه‌ای بکنه و باشون ارتباط برقرار کنه. و اگر میخواه فقط در سطح حزبی و اینها نه، در مقیاس توده‌ای وسیع. بله رفیق شالگونی، همانطور که شما اشاره کردید، تنها جدای دین از دولت برای تضعیف زمینه مذهب در میان طبقه کارگر و طبقات محروم کافی نیست. پاسخ چپ برای تضعیف زمینه های اجتماعی مذهب در میان توده محرومان جامعه چه باید باشد؟ ببینید همین الان اینم با تجربه میدونیم دیگه، چه حالا مثلا در تجربه همین نزدیک به نیم قرن گذشته خود این باعث شده که در داخل جامعه مردم پایینی ها مخصوصا واقعا بی اعتقاد بشن به چیز. مثلا میبینید دیگه که مثلا به مراسم مذهبی دیگه نمیرن، مسجد ها پر نمیشه، نمیدونم فلان اینا. مسئله خیلی حیاتی که هستش اونه که من به نظرم به اون درک مارکس از مذهب خیلی چیزه، درک زیبایی واقعا، و واقعا با
اشراف بر مسئله، میگه دین روح دنیای بیروحه، یعنی در جایی که ظلم و نابرابری و فلان هست اونجاست که کشش به دین به وجود میاد. بنابراین مسئلهی که وجود داره اینه که چپ بایستی بیش از هر چیز علیه این دنیای بیروح مبارزه بکنه. مثلا فکرشو بکنید که همین الان مثلا در ایران ما مثلا واقعیت اینه که نابرابری های وحشتناکی که وجود داره، اون وظیفه اخص چپ عبارت از اینه که به نظر من از اولا که از سیستم تأمین اجتماعی همگانی و واقعا کارآمد دفاع بکنه، حق مسکن، حق بهداشت، حق آموزش، بسلا چه هستش، حد اقل درآمدی که بتونه زندگی بکنه فلان بکنه، یعنی یک سیستم جامعه. اینجا بلافاصله یه عده ای از این اقتصاددانهای بورژوای ایران کشوری نیست همش پول بسلا بپاشند و فلان و اینا، مسئله اصلا اینطوری نیست. یا عالم در اقتصاد ما چه در دوره جمهوری اسلامی چه در دوره رژیم شاهنشاهی واقعا یه عالم پولها رو دیگران میخوردن، مخصوصا بالایی ها یا این ورور چه میکردن باید. یک سیستم تأمین اجتماعی کارآمد برای اینکه واقعا پایینی ها بتونن از یک سیستم تأمین اجتماعی همگانی برخوردار بشن واقعا عملیه. در ایران منابع طبیعی واقعا عظیمی داره، مثلا درآمدهای چیز رو اختصاص بدم به بزلا همین بالا بردن سطح زندگی مردم و فلان، تأمین سیستم تأمین اجتماعی. حتی یه عالم از این چیزها هستن، نمیدونم امامزاده ها و فلان و اینها، اینا خودشون میگن برای خیراته، خواهش میکنم این خیرات و فلان رو در ول کنید. اصلا بودجه های بزلا تأمین اجتماعی رو از مثلا آستان قدس رضوی یا عالم درآمد داره و میچاپنم به نام آستان قدس رضوی، نمیدونم بنیاد، نمیدونم چیز امداد امام خمینی و فلان. همه اینها بایستی ما خواهانیم باشه ما اینها همهشون منتقل بشن به بزلا کارآمد کردن یک سیستم تأمین اجتماعی همگانی. این مسئله، یعنی چپ همین الان فقط این نیست که مثلا چپ از حقوق کارگران دست مزدا اینطوری باشه، نمیدونم فلان اینطوری باشه، بهمان اونطوری باشه، بلکه باید از اینها دفاع کنه. و علاوه بر اینها چپ ها واقعا میتونن علاوه بر اینها، چون تا جمهوری اسلامی هست اینا اجرا نخواهد شد، چپ میتونه برای سازمان یابی زحمت کشان و تهی دستان و محرومان سازماندهی بکنه در محلات فقیرنشین و اینها، یعنی چه کار بکنه؟ سازمان‌های کمک رسانی حتی مردمی ایجاد بکنه. مثلا می‌بینید که زلزله میشه، مردم از چهار گوشه ایران میان به کمک به اصطلاح زلزله زدگان. چرا نبایستی مثلا همین جریان‌های چپ بیان که به اصطلاح چیز وابستگی حزبی درست کنن، نمیدونم این دسته اون دسته فلان، ولی یه چیز عمومی برای کمک رسانی به پایینی ها، مخصوصا در محلاتی که میشناسیم اونا رو، واقعا وضعیت خیلی وحشتناکی دارن در زندگیشون فلان. این سازمانده اولا نفوذ واقعا چپ رو، اگه واقعا چپ میخواد نفوذ اجتماعی واقعی داشته باشه، باید پیوند بخوره با مردم. پیوند خوردن هم این دوست که فقط روی کاغذ شعار پرچم و فلان اینا باشه، یعنی بایستی ما سازماندهی در بین خود مردم در محلات، مخصوصا محلات فقیر نشین، زحمت کشین نشین و اینا به وجود بیاریم و به وسیله کمک های مردمی که اینها رو جر فعالان چپ میتونن سازمان بدن و اینها، واقعا یک نوع کمک رسانی، سیستم کمک رسانی عمومی رو که واقعا جمهوری اسلامی این کار رو نخواهد کرد، یادمون باشه، یعنی غیر دولتی، حالا تا زمانی که جمهوری اسلامی هست واقعا چپ ها مخصوصا فعالان اجتماعی که در اعماق جامعه فعالیت میکنن و واقعا بزرگترین سرمایه کشور ما هستن اینها، این فعالان سیاسی، اینها به اصطلاح سازماندهی بکنند و اینها و کمک رسانی، سیستم کمک رسانی عمومی از این طریق هم گره خوردگی جنبش
کمونیستی و سوسیالیستی با زحمتشان بیشتر میشه و این یکی از اون چیزهای خیلی خیلی حیاتیه که ما باید انجام بدیم. فقط با صحبت و فلان نمیشه، سیستم‌های واقعا کمک رسانی همگانی حیاتی هستن حالا و واقعا میتونن به نظر من فعالان به اصطلاح چپ و حتی ترقی، آدم با اونها میتونه ائتلاف بکنه، فلان بکنه، در کمک رسانی به محرومان زحمت کشون. دقت کنید که 70% خانوارهای دهک پایین جمعیت ناناورشون زنان هستن. یعنی که زنها هم حق کار عملا ندارن. اشتغال رسمی زنان از همه کشورهای به اصطلاح مهم خاورمیانه پایین تره. دقت بکنید، اشتغال زنان درصد زنان. در حالی که درصد زنانی که تحصیلات عالی میکنن یکی از بالاترین هاست در ایران. فکرشو بکنید، یعنی زنان کار میکنن ولی کار 70% میگم دهک پایین، خانوارهای دهک پایین واقعا زنها هستن ناناورشون. خب اینها یعنی چه؟ یعنی که با جان میکنن دیگه ها، سیستم درست کنن. باید چپ وظیفه‌اش اینه که همین الان سازماندهی، یعنی همین در بین توهی دستان و اون وقت است که این روح جهان بیروح رو میشه واقعا سرکوب کرد. بله، شما علاوه بر موارد فوق و نکاتی که در برنامه‌های قبلی مطرح کردید، چپ چه اقداماتی برای تقویت روحی جمعی و پیوندهای اجتماعی میتواند انجام دهد تا مانع از حفره‌هایی که مذهب برای نفوذ خود از آنها سود میجوید؟ ببینید، اینم نکته مهمیه که همینجا اشاره یادتون باشه، من قبلا گفتم در این صحبت هامونجا، یکی از چیزهایی که هستش مذهب عموما به وجدان فردی به اصطلاح مراجعه میکنه، یا به چیزها که مثلا آدم باید از خدا بترسه و فلان. ما باید وجدان جمعی رو در کنار، وجدان فردی مهمه، هر کسی حتی در تنهاییش باید چی باشه؟ چه تعهد داشته باشه؟ اینو ما باید تقویت کنیم که مثلا من چه کارهایی باید بکنم که برای هم نوعانم ضرر نزنه و چه کارهایی بکنم که به اونها کمک بکنه، تقویت کنه هم چیزه. وجدان جمعی خیلی این کار، علاوه بر این کمون که گفتم سیستم مثلا کمک رسانی و فلان اینا، یکی از مسائل خیلی مهمی که وجود داره اینه که تنهایی ها رو باید از بین برد. تنهایی ها مخصوصا در بخش های پایین جمعیت واقعا بیداد میکنه. یعنی واقعیت ماجرا اینه که وقتی تفریحات ندارن، نشسته های جمعی ندارن، وقتی مثلا مسافرت های حتی دور و بر محل زیستشون ندارن و فلان و اینا، رنج میبرن. میشه تجمعات بزرگی رو که به وجود آورد که در اونجاها واقعا حرکت های خیلی به اصطلاح جمعی نیرومند به وجود بیاد، این مذهب رو به اصطلاح تضعیف میکنه. مثلا فکرشو بکنید، حالا دنیای ارتباطات، دنیای سینماست و اینها، چرا نبایستی مثلا فعالان چپ بتونن برای به اصطلاح چیز قدیم قهوه خانه ها بودن که مثلا در اونجا شاهنامه میخوندن، داستان امیر ارسلان میخوندن، فلان میکردن، نقال ها فلان بودن و اینا، حالا اونها نیست ولی یه عالم امکانات هست. چرا نبایستی مثلا جاهایی رو سازمان بدن فعالان چپ در هر محله‌ای، در هر محیطی شناسایی کنن به اصطلاح مردم رو، فلان پایینی ها رو، اینها رو، بعدن اونجا برای اونها تفریحات جمعی درست بکنن. مثلا سینما، فیلم های خیلی زیبایی که خود اونها هم نظر بدن فلان فیلم رو پیدا کنید و بیارید برای ما، یا عالم حالا فیلم و اینها هست که مثلا تفریح جمعی اونجا بشینن، بعدم با هم چایی بخورن، فلان بکنن. میخوام بگم که قهوه خانه های مدرن‌تر آدم میتونه درست بکنه، به اصطلاح تجمعات، تفریحات، کوهنوردی ها، گردش های جمعی درست بکنه. اونهایی که مثلا آدم هایی هستن که مسن هستن، نمیتونن به جاهای دیگه برند و فلان اینا، برای متناسب با وضعیت اونها به اصطلاح تجمعاتی درست کنن، اینا بشینن در کنار همدیگه، احساس تنهایی نکنن. تنهایی سم وحشتناکیه که مخصوصا پایینی ها رو واقعا به اصطلاح متلاشی میکنه.
چپ میتونه چنین چیزهایی رو درست بکنه، همگرایی بین فعالین رو اولا داد. کافیه که مثلا زحمت کشان یک محله فقیر نشین دور هم بشینن فیلم تماشا کنن، با هم دیگه چایی هم بخورن. در بین اونها مسائل زیادی مطرح میشه که از اونجا شروع میکنن که مثلا چرا مثلا برای ما آب آشامیدنیمون خوب نیست، یا مثلا این محله مثلا چرا باید فلان چیزش اینطوری باشه، به شهرداری فشار میارن، نمیدونم تشکلهای خانه‌ها خود مردم ها به وجود میارن تو اینا سنین مختلف. در این رابطه مخصوصا این مسئله که مثلا چیزهای مسن و اینها، چرا بایستی مثلا زنان مسن و مردان مسنی که در یه محله هم دیگر هم میشناسن با هم دیگه سلام علیک دارن، نشینن با هم در یک سالونی که مثلا سالونی که خصوصی هم باشه، مثلا یه قهوه خانه مانند مثلا فیلمی رو ببینن، نه که کنار هم حالا میخواهید اگه جمهوری اسلامی نمیذاره اونا اون طرف باشن اینا بیاد، ولی جمعی اصلا چیزهای جمعی که از تنهایی ها نذاریم بایستی توده پایین محروم تنها زندگی کنن، تک تک باشن، حرکت های جمعی درست کنیم، حرکت های تفریحی درست کنیم، مشغولیت های چیز درست کنیم. توجه داشته باشید یکی از دلایل این که مثلا در ماه رمضان شبها فعال میشه چیزا چیه؟ ماه همین خود جمهوریه، در دوره حتی شاه همین طوری بود دیگه. چرا این طوریه؟ بعد از افطار و فلان و اینها مردم می نشستن با هم دیگه مثلا تو قهوه خونه ها فلان و اینها بازی می کردن و فلان تا مثلا چیز سحری و فلان. اینا تجربیاتی هستن که کافیه به این تجربیات توجه کنیم و مشابهات اینها را که بسیار هم امروز مؤثرتر و کارآمدتره به وجود بیاریم. مثلا تئاترهای مثلا توجه کنید که مثلا زنده‌یاد سعید سلطانپور مثلا نمایشنامه هایی درست میکرد و فلان و اینا برای پایینی ها فلان. چرا نبایستی اصلا چه این چیزهایی بود؟ لازم نیست که سالن های تئاتر خیلی عجیب و غریب، نمایشنامه هایی که مثلا حتی به قهوه خانه مانند باشه فلان باشه و اینا، اونجا مردم اصلا از حالت فردی در بیان در حالت جمعی باشن و اراده جمعی شکل میگیره اون موقع، و اون موقع بهتر میشه با واقعا استبداد مذهبی درگیر شد و روز به روز قدم به قدم در تمام نقاط کشور زحمت کشان به اصطلاح کنش به کنشگران جمعی تبدیل بشن. این مسئله خیلی حیاتیه، مخصوصا در این استبداد تاریکندیش مذهبی که اونها رو بشود به اصطلاح عقب راند و قدم به قدم تا اینکه به زیر کشید و اینا. این مسئله خیلی حیاتیه، یعنی تن علاوه بر نان و اینا همچنین مردم احتیاج دارن نفس بکشن، دور هم جمع بشن، شوخی کنن با هم دیگه، تفریح داشته باشن و اینا. اینا خیلی حیاتی هن. چپ بایستی فقط این چیزهای خوشگلی رو بذاره کنار و با این نوع این بزرگترین مبارزه هست با یک حکومت مذهبی. توجه داشته باشیم اینها واقعا اصلا از این که مردم جمع بشن جز برای عزاداری و فلان، حتی توجه داشته باشید همین الان در ماه محرم و فلان ها که در بین شیعیان و اینها مثلا عزاداری های امام حسین و فلان به وجود میاد، مثلا دیدید که در یزد خود مردم از پایین همون که عزادارانی که درست میشدند و فلان و اینا فیلماشون هم منتشر شد دیگه فلان، اونجا میان به جای عزاداری و نمیدونم نوح خانی و فلان یه دفعه به اصطلاح سرود ایران رو میخونن، یا اینکه مثلا شعارهایی میدن که شعارهای واقعا براندازیه. چرا اینها رو نباید سازمان؟ اصلا کافی از خود اون به قول لنین خیلی قشنگ میگه نبوغ خلاق توده ها الهام بگیریم و به اونها رو گسترش بدیم. این مسئله خیلی حیاتیه، مخصوصا از هر فرصتی استفاده کردن که تنهایی مردم رو از بین ببریم. بله رفیق شالگونی، این سلسله برنامه ها برای بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص، علل ظهور اسلام سیاسی و قدرتگیری آن در ایران و بالاخره وظایف چپ در 21 گفتگو به پایان رسید. البته سوالات و نقدهایی در ارتباط با این گفتگوها توسط بینندگان مطرح شده است که در ادامه این برنامه در هفته آینده به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
بله حتما حتما این چیز مفید. با تشکر از محمد رضا شالگونی، کادر سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه چالش این هفته رسیدیم. به امید این که از این برنامه بهره برده باشید. تا برنامه چالش دیگر و دیداری دیگر، بدرود.